سلام به همه بیننده های خوب کانال کی بود. توماج سالهی مفتخر به دریافت جایزه هرتیک از گلوبال میوزیک اوارد شد. گلوبال میوزیک اوارد در بخش موسیقی اعتراضی جایزه جهانی خود رو با نام هرتیک رو در سال 2023 به توماج سالهی اهدا کرد. قطعه موسیقی فال توسط این سازمان معتبر قابل توجه قرار گرفت و سبب شد که جایزه سالانه ویژه خود رو به نام توماج صالحی ثبت کند. گلوبال میوزیک اواردز در صفحه رسمی خود اعلام کرد: سازمان جوایز جهانی موسیقی از توماج صالحی، خواننده رپ ایرانی با دریافت جایزه هرتیک برای موسیقی اعتراضی برای قطعه موسیقی فال تقدیر می‌کند. توماج صالحی که صدای این اعتراضات شده بود، پس از انتشار این موزیک بازداشت، شکنجه و به 6 سال و 3 ماه زندان محکوم شد و همچنان از رسیدگی پزشکی محروم می باشد. همه ما می تونیم به دلاوری و اراده قاطع توماج صالحی امیدوار باشیم. ما مفتخریم که می تونیم چنین مرد باور نکردنی رو بشناسیم و امیدواریم که از حبس ناعادلانه‌اش رهایی یابد. توماج صالحی اولین هنرمندی است که تونسته جایزه جهانی موسیقی در بخش اعتراضی رو به طور ویژه دریافت کنه. در ادامه با بیوگرافی توماج صالحی همراه ما باشید. از کف میایم به رأس هرم میزنیم، شو میکنیم، ببین چقدر دیدنی. 44 سالتون سال شکست فجیع، اون روز همه دارید هم میپرید از توماج صالحی. متولد 12 آذر ماه سال 1369 در چهارمحال بختیاری، فارغ التحصیل لیسانس رشته مکانیک جامدات که با ورزش بوکس و قهرمانی استانی شروع کرد و حالا در عرصه رپ شناخته شده است. توماج صالحی در چهارمحال بختیاری به دنیا اومده. بعدها با خانواده به شاهین شهر اصفهان، محله خانه اصفهان، نقل مکان کرد و آنجا رشد کرد. توماج میگه پدر بزرگش خام بوده، اما پدرش به علت فعالیت سیاسی مدت‌ها در زندان بوده. و همین خاطر آرام آرام وضعیت مالیشون بدتر شده. بعد از آزادی پدرش و کار در کارگاه، دوباره قدرت مالی به خانواده برمیگرده و حالا خانوادگی در طراحی و تولید قطعات صنعتی و پزشکی مشغول کارند. توماج از سال 1386 وقتی 24 ساله بود فعالیت خودش رو در عرصه موسیقی زیرزمینی رپ و در ژانر اعتراضی اجتماعی و سیاسی شروع کرد، اما به صورت حرفه‌ای از سال 1394 فعالیت خودش رو شروع کرد و در این چند سال اخیر در محافل مختلف خصوصی حضور داشت. توماج در تاریخ 21 شهریور ماه سال 1401 توسط 12 نفر از نیروهای امنیتی در خانه‌اش در شاهین شهر بازداشت و به علت آهنگ‌هایش و تبلیغ علیه نظام متهم و به زندان دستگرد منتقل شد. بعد از 9 روز با قرار کفالت آزاد شد، اما دادگاه اون رو به 6 ماه زندان و جزای نقدی محکوم کرد، اما اجرای این حکم 1 سال به حالت تعلیق در اومد. این خواننده در پی اعتراضات مهرآبان 1401 رو به فعالیت‌های اعتراضی و انتشار آهنگ‌های سیاسی آورد و مدتی به صورت مخفیانه زندگی و فعالیت کرد. در نهایت در تاریخ 8 آبان ماه سال 1401 برخی رسانه ها خبر از دستگیری او در زمان خروج از کشور دادند و علت اون تحریک مردم و نشر اخبار غیر واقعی عنوان شده بود. با این حال دایی توماج عنوان کرد توماج به هیچ وجه قصد خروج از کشور رو نداشته و در چهارمحال بختیاری، جایی که اصالتاً به اونجا تعلق داره، دستگیر شده. مرسی که تا آخر این ویدیو هم همراه ما بودید. لطفاً نظرتون رو زیر این پست برای ما کامنت کنید و حتماً به جهت حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید. اگر تا الان عضو کانال کی بود نشدید، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و بعد از اون زنگوله رو فشار بدید تا از پست‌ها و ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید.